Happy New Year. Bear. به به دوباره آمد فصل بهاری، بلبل چه میخواند با بیقراری، چقدر قشنگ و زیباست آینه و شمدون، سیب، سما، سکه، سنگل، قرمه، فسنجون. فیردا عید آمده دوباره شادی و خنده، لفتن نشه فراموش عیدی بنده، لفتن نشه فراموش عیدی بنده. الان میگن میآید یک دسته مهمان، شیرنی اینجا، آجیل اونجا، میده فراوون، مچیه مهمونه دیگه، خوشمزه و شیرین و آبدار و تازه، دیگه طاقت نداره دستم درازه، آخ دهنم آب افتاد دلم به تاپ تاپ افتاد، آخ دهنم آب افتاد دلم به تاپ تاپ افتاد، دلم به تاپ تاپ افتاد، آمد بهاران، سال جدید رسیده خوشحال و خندان، سال جدید رسیده خوشحال و خندان، سال نو مبارک باشه، عید شما مبارک باشه. تولد عید شما مبارک، تولد عید شما مبارک، تولد عید شما مبارک، تولد عید شما مبارک، عید شما مبارک. مگه چیه عید دیگه؟ شاد باشی. به نام خدا بچه‌ها سلام، خوبین، خوشین، سلامتین، خوشحالیم بار دیگه در خدمتتون هستیم. می‌خوایم درباره پرخوری صحبت بکنیم. روزایی که تعطیله این بر اون می‌ریم، یا مهمون میاد یا مهمونی می‌ریم، یه ذره زیاد می‌خوریم. بچه‌ها یه نمایشی آماده کردن، نمایش ایرانی قدیمی. خواهش می‌کنم که توجه بفرمایید. پرده‌ها رو بکشید. بفرمایید. سلام، سال نو مبارک، صد سال به این سالها، هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. آغاز نمایشنامه با آرا شروع می‌شود. نمایشنامه به نام حاکم پرخور با شرکت پسر عمزا در نقش آشپز، جیده در نقش جلا، بابای از دکتر، فامیر دور در نقش حاکم، گفی در نقش گفی، و با شرکت افتخاری آقای کلاغریزی در نقش وزیر اعظم. بابا شما کنن اینجا بری دیگه. من چی بودم؟ من که بودم؟ من که بودم؟ دخترم بری دیگه. شروع شد. وزیر، آی وزیر جان، این چیه تو شکم من؟ چیه؟ آخ، چرا شکمم پیچ میزنه؟ پیچ میزنه؟ دلم درد میکنه. آی 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 کجای دلت درد میکنه؟ آی دلم درد میکنه. کجای دلت درد میکنه؟ اینجای دلم درد میکنه. اونجای دلش درد میکنه. آی دلم پیچ میزنه. کجای دلت پیچ میزنه؟ اینجا و اینجا و اینجای دلم پیچ میزنه. اونجا و اینجا و اینجا و اونجا و اونجا و اونجا و اینجا و اونجا و اینجا. من میگم دارم درد میکنی، شما برای من قرفر میریزید؟ بچه کنیم دکتری، طبیبی، دوایی، درمونی؟ چشم، چشم، اجازه داری طبیب ازن، هرشیف بیاری. دکتر، دکتر، دارم من، of course of course برم من، بابایی دکترم من، necessary دکترم. Don't worry, I'm here, no problem. سیردخ، درو بستی اومدی تو؟ Yeah, of course. Please open your mouth and say ba. دهنه تو باز کن بگو ba. دهنه باز کنم بگم ba. 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 Tell me about your dinner. شام. شام چی خورده؟ شام چی خورم؟ من یادم نمیاد صبحونه چی خوردم. شام چی خوردم؟ کاو. برا. کلم.
برا کرفس برا بروکلی برا دیگر برا بوک آی دکتر طبی ما یا این حرفا رو ولش کن قرصی آمپولی دوایی استن حاکم ما حالش خوف بشه He need an آمپول چی میگه پول میخواد؟ آمپول دادی دادی بیا برا شلوار تو یکم پایین سیر داغ بابا نمایش ها همه اون برو نگاه کنن حاکم میخواد آمپول بذاره کدوم برو نگاه کنن اون برو دکترم آمپول میزنم بزن پول میزنم بزن 1 2 یواش بذاری 3 چقدر درد میکنه جای شما درد میکنه کمر و شکم و پا و دلم درد میکنه وای که چقدر درد میکنه دادی برا بیا چیه؟ مشکل است آشپزه خوشگل آشپزه؟ خوشگل منم خوشگل آشپزه یعنی چی که خوشگل آشپزه؟ ها؟ اینه میگه مشکل آشپزه یعنی میخوای بگی که آشپز باعث شده دل ما درد بگیره؟ یا یعنی آشپز خیانت کرده؟ یا آی آشپز باشی بیا چرا پایین اومدی؟ چرا جلو اومدی؟ سرورم قربانه خاک جوار آسان این آسانسور نصب کردی؟ از طبقه پایین آشپز خونه میای بالا ساکت بگو ببینم آشپز باشی دیشب در غذای ما چه ریخته بودی که در مادر گرفته بود سرورم قربان جواهر آسان و بهترین مواد غذایی استفاده یعنی مثلا چی ریختی؟ بهترین لوبیا بهترین نخود بهترین آرد نخود لپا همه چی بهترین پس چرا در مادر گرفته؟ قربان شما سرورم جواهر آسان من درست میکنی شما میگی زیاد درست کن پرخوری میکنی برای همه درست میکنی شما همه رو به من گفتی پرخور تو به من گفتی پرخور به حاکم گفتی آو جرا لای 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 بزن تکیو بزنم سر کیو بزنم؟ سر کیو بزنم؟ سر آشپز رو نزن! اک بابا، اک گوی گوی بابا میخوا بیدر بگر خب بابا دست خودم نماشه که همه بدی که یه اومد سب کن ببینم دخترم چشم من روشن چشم منم روشن تا با آر همش از زیر سیبیرم رد میشدی که ندیده بودم مگه الان از کجا رد شدم که ندیدی؟ چرا نظر رو انداختی؟ خب برای این که پدر من دختر خوشگل مشکل تو برق ملاقه این آشپز رو که ندیدم یه افتادم توی این قابلمه من خاطر خواه غذاهای اون شدم من به این آشپز علاقه مندم ساکت؟ یعنی چه که من به این آشپز مراقب هستم؟ گفتون هو هی کلاغرزا هو هی وزیر اعظم من چی داری؟ من نفهم بگم من یه مسئول اون عاشق جزی هستم من بگم چند چی گفت؟ جناف حاکم برا مدتیه که دختر شما گابی خانوم با آشپز عمزا جان با هم دیگر دوست دارن اونم پسر خوفیه اینم دختر خوفیه میگه اگه اجازه دی یه عروسی کوچولو را بندازی عروسی کوچولو یعنی آشپز پادشاه پادشاهو برا من دست خودم نبوده اون موقع که غذا درست میکرده حواسم به دخترت بود برای این که من عاشق این دختر گاوت هستم یعنی میخواید که اینجا با هم عروسی بکنید؟ جناف حاکم برا ببین این دخترت هم میونه رو دست کسی نمیگیره شان برای اتفاقا چه وقتی بود به این فکر افتاده بودم این گابی داره میتوکه اینجا من بده برم تو ساکر نمیخوای اقا اشتیاق نشون بدی خودم درستش میکنم دادی برا بده بره خودم میدونم بده الان درستش میکنه خب آشپز باشی برای این که از این به بعد حواست جمع باشد ما غذای زیادی و عرقی ندی که ما پرخوری کنیم و چاق بشیم باشد ما اجازه میدهیم آه راست میدهیم
به خوبی و خوشی برگزار شد. شما قسمت بعدی برنامه رو ببینید، باز در خدمتون هستی. پرخوری نکنی، روز تعطیله. آقای مجلی بیا بابا بخون. خیلی خوشحالیم در خدمتتون هستیم. میخواییم در مورد مهمانی رفتن صحبت بکنیم. بعضی از بچه ها که میرن مهمانی اولش خیلی خوبن، خیلی مؤدبن، قشنگ حرف میزنن با دوستاشون که یواش یواش سلام حالت خوبه؟ یه دقیقه خیلی خوب آروم. خیلی خوب آروم باش، بذار من یه ذره حرف بزنم بعد تو بگو. باشه؟ میدونم ترسیدی؟ تبلد دست و دیگو گورا رفته بوده، اینم رفته بوده تبلد ترسیده بوده اونجا. ترسیده. ببینید وقتی بچه ها با هم جمع میشن شروع میکنم بازی. اما دست و دیگو گورا بره. آره دیگه. خب نیست. خب دست و دیگو گورا نیست. خیلی میدونم ترسی. حالا بذار من که من نمیفهمم، تو با بچه ها رفته بودی دیگه. بابا امو ای بابا بیا. سلام. چه؟ چقدر خوش کنم. این بچه ها همه با هم دیگه دست جمعی رفته بودن تولد دوست این بچه. سال نو مبارک. خوش گذشت. صد سال به این سال ها. میدونید چه کار خوبی کردن؟ رفتن اونجا گفتن که نه که نمایش بلد شدن بازی میکنن، گفتن ما میریم برای اون تولد اون بچه بازی میکنیم، این بچه ها نمایش ما رو ببینن بخندن. خندیدن. آفرین. بچه ها هیچ چیزی بهتر از این نیست که توی مهمونی یا جشن تولد یا یه جایی که همه جمع میشیم یه کاری بکنیم همه خوشحال بشیم. شلوغ بود. خسته شدین؟ آفرین به شما. برین لباساتون رو در بیارین یه قشنگ استراحت بکنیم. من میخوام با بچه ها صحبت بکنیم. امو بله. میگه چی شده این؟ میگه ترسی. جیغ زیاد بود. خوش گذاشته. جیغ زیاد بوده. من آقای مایدی فکر نکنه یه موقع جیغ از ترس و وحشت و این گرخیدن رو اینا زیاد بوده. نه، از دست و جیغ اورا زیاد بوده. عینی از نمایش ما که هیچ کس ناراحت نشد جیغ بکشه بیفته از ترس. خیلی خوب. واقعا این یه گروه هنرمند رفتیم داخل. آفره. همه برنج شدن دست دادن برامون. آفره. بعد من بچه ها رو جمع کردم یه گوشه، گفتم بچه ها همه تون با حس با احساس تمام تو نقشتون به طور کامل فرو برید. خب همه فرو رفتن آقای مایلی. بعضی ها خیلی زیاد فرو رفتن. چی؟ میگم خود دیر بیرون اومدن بعدیش این بود. من میگه من فرو رفتم. شما یعنی چی شده؟ یعنی چی تو حسش فرو رفت؟ I agree. حقیقت نه حقیقت اینه که خوب بود. حقیقت چیه؟ من نفهمیدم چی چی. خیلی خوشگذشت. یه جوری میگه حقیقت کن آقا رضی و هر کی فکر کنه فهمی کنه که جگر رخت شمشیر کرده. رخت شمشیر چیه بابا؟ یعنی چی رخت شمشیر کرده این بچه؟ نه رخت شمشیر چیه؟ آن رخت شمشیر رو کنه یه خطه پاشن اگه جیگر باشه جفتکش میاد بالا دیگه. گلار بزن اوه جیگر شمشیر میگه من اون بزن چوردم جفتک داخته ده دو چشم پدرم نمیده. اون چه؟ اون کلش آورد جلو پای این. این که تقصیری نداشت که. کله کی اومده جلو پای این؟ اون رخت جمعی همه یوریه یه اینجوری میشه رخت جمعی رو نگو میدی بعد باش برمیگردی میذاری بره. وقت به کسی هم خورده؟ به کی خورد؟ نه آنچنان آقای مایلی نه آنچنان. این جگر رخت شمشیر رو با شمشیر بازی اشتباه گرفته بود طفلی. خب دیگه یه خورده چند بار زد و به خیر گذشت دیگه. بالاخره
صدمه آنچنانی وارد نشده، حد خراش و اینا بود. بله. خب بچه‌ها ببینید، بازی می‌خوایم بکنید، نباید خیلی جدی بازی بکنید. نمایش داشتیم بازی می‌کردیم، مثلا الکی دیگه، راستکی که آدم نباید بازی بکنه که. این تو نقشش فرو بود، نمیاد بیرون. هی ما چشمک می‌زدیم، اشاره می‌کردیم، تو نقش فرو، هی می‌زن. دیر اومدم بیرون، دیر اومدم بیرون، دیر اومدم بیرون. آقای مثل جوزه، این گافی، کیک رو برداشت بودیم، ما رو از طبق اولش برداشت کنه 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 گوه زدم، این کیک رو برداشت، تپ 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 تپ. چی میگه؟ چی شد؟ آقای مثل، خب با کیکی بسازن یه دونه دیگه، نه چند تا طبقه، به فقط یه گوزی زدیم ازش بر همه کیک از بارا. چی خوراکی؟ اونجا یه کیک بود، خوراکی ایرادی نداره، مثل چهار طبقه بود. خب گذاشتیم رو میز، ما گفتیم ما هم عروسی داریم، میشه استفاده بکنیم؟ گفت آره. تو نمایشت گفت بیام یه گاز زد، نه بیشتر، یه گاز کوچک. خب بعد از بعد جای زد ایری افتاده. حالا مسئله این بچا ببینید، مهم نیست این چیزا، ببینید خوراکی. بله شمه ناجور بود، شمای روش ناجور، خود کیک ایوی نداشت. آخه زود روشن کرده بودن کنه قرمزی، آدم اول دوره چم روشن میکنه، اونم عرکی میگفتم فرچمون ابریشمیه، نمیدونم چی بوده، چهار تا دیگه گله سراخ شد دیگه. بعد جایی بود، بعد جایی بود، بعد جایی بود. عینی اون وقت جیگر اون فرچه که وسطش سلاخ بود انداخت گردنه، گفت من اسپانیایی هم. وای مجرد اجازه، این بچه ها ریخته بودن دورو برای گاوی جا، این هم که دست بزنیم هر چی زنیم، من قلقلکی بانیم، من میگم دست بزنیم. وای مجرد اینه دیگه، یه اصلا کسی ما داریم اونجا نمایش بازی میکنیم، این چیز اومد کیش بود خواهر شوهر بکی اومد دست داد به این شکر، ما گفت بچه گوه تفلی بفر، ما هم این فشاری به این شکر نایمد، یه های شکر گفت ایجوری دوباره هم ارتباده میکنه. بر فشادی بود آقای مجری، یعنی در حقیقت شما یه جورایی اونجا آبرو منو بردی. عینی لوستر خیلی پایین باشه، شاخه گاف بگیره کله لوستر چنده بشه، بعد چند دقیقه تو کله شونه، آبروی شما میره؟ نه طبیعی آقای مجری، شاخه دیگه بگیره، به سقف بچسنن، چرا یه مرتا بردن پایین؟ I agree. شوهر خالش آمپول زدم. سیرزا بابا شوهر خالش نبود که، با جناق باباش بود. آمپول اون که تو نمایش الکی میزدی؟ نمایش ما خیلی حرفه‌ای، خیلی عاری رسید به اونجایی که این به من آمپول میزد. یه دفعه باجراق باباش نمیدونه چیکار کرد، سینی چای برای به تعارف، گفتم آقا برو اون بر، این تو نقش فرو رفته، فرو رفته، الان می آمپول میزنه. آقا این خودکار فرو کرد پشت این. اوه اونم اتفاق همین روز بازی رو داره بول میگه پم دیگه اسری میکنم، یکی رو در بیاره. گفتم بابا چیه نیست که اومدم کشیدمش بیرون. آقای مجری خودشو پخ کرد وسط زمین، قش کرد. من فقط یک کلمه میپرسم، همین هست یا بیشتر از اینا؟ نه من بگم ببین این آقاها اصلا چاخان بود. نه آخرشو ببین، آقا خجالت نمیکشه مرد گنده افتاده زمین میلرزه؟ نه آخرشو میخوام بدونم، منو پسرمو کرا قرمزی و همین اینا ما خیلی خوب بازی کردیم، بقیه رو آقای مجری پدرمون در اومدن نقش در آوردی. آقا سلام علیکم، اینقدر طبیعی بازی کردیم، من جای آشپز. حالا شما چطوره؟ که؟ قربون شما. چی شده؟ چی؟ بله بابای بچه ها؟ آره بابای تمالو شب بریم استراحت، امرو ما باید شب زود. بچه های ما؟ جهنم ضرر، مسواک هم میزنیم. بچه های ما؟ خب نه خودتون عصبی نشین، میدونم حتما یه مشکلی. خب من میگم خواهش بودم شما به اعصابتون مسلط، به اعصابتون مسلط، این اینجور حرف زدن صحیح نیست. نه دیگه ببینید، نه من بس توهین، نه نه خواهش میکنم از ای بابا ای چقدر آدم هی تلاش میکنه مؤدب باشه. خجالت نمیکشین رفتین اونجا به هم زدین؟ کجا به هم زدیم؟ این تولد رو این برگرده به من این حرفا رو بزنه؟ ما اصلا تولد نبودیم. شما کجا بودی؟ ما به بچه ها گفتیم ها
حالا که نمایش بلد شدیم بازی کنی، برین هر جا که احتیاج دارن بازی کنی. ما چه میدونیم کجا رفتن؟ ما خودمون سرا بودیم. سرا بودی؟ سرای سالمندان. آها خب پس خوبه. خوبه. بله ما اونجا. سرای سالمندان مرسی رفت. رفتیم نمایش اجرا عید دیگه نمایش. از کی تو بلد شدی نمایش اجرا بکنی؟ هه ای ماجی رومئو جولیت. تو رفتی رومئو جولیت اجرا؟ بله. جدی میگی پسر؟ بله. رفتیم گفتیم یه کاری کنیم. دیگه سرشون گرم باشه. گفتیم کی میاد جولیت بازی کنه؟ یه خانومی گفت ننه من جوان بودم به هم میگفتن جولیه. خوبه خوبه. آره خواسته دلشو خوش بکنه. آره. خوبه بیرونم نیمد تو پنجره نشسته بود. خیلی خوب آخری. آره گفت تو هم بیا زیر پنجره حرفاتو بزن ما این بالا نشستیم. خوب خوب گفت بی خود این حرفا رو میزنه. چی؟ یعنی چه؟ کی؟ هیچی یاد این نمیفته. حالا من میرم باش صحبت میکنم. خب؟ آره دیگه نمایش تموم. نمایش تموم شد و اومدی؟ بله اومدیم بیایم. گفت رومئو نباید بری. خانومه گفت؟ آره همون پیر زنه؟ آره گفت جولیتو تنها نذار. خب دیگه شوخی کردیم با هم دیگه اونم شوخی میکرد. نه شوخی نکردی نمایش بود دیگه. خب دیگه نمایش بود. خب میدونم تموم شده دیگه اونم شوخی آره. با تو میکرد. گفت آخه اگه بری سم. سم؟ آره گفت آخر نمایش من باید سم بخورم یا محضر یا سم. اوه شما قسمت بعدی برنامه رو ببینید. من مشکلاتی دارم ایمجی. بعضی بزرگترها مشکلاتی دارن. بچه ها یه ذره کمک کنید بهشون. حالا محضر بهتره یا سم؟ آخه چرا اینقدر حسی بازی کردی؟ خیلی قشنگ بازی کردی. گفت هرچی گفتی باور که قبول دارم همشو. آره نه شما قسمت بعدی گفت جوونم بودم هیچ کسی به هم اینجوری نگفته بود دوست دارم. آره حالا فکر میکنه تو رومئو اونجوریه. آره هرچی میگم من پسر بود سمکش خاموش بود دیگه. بعضی از بچه ها میان پیش بزرگترها میگن یه حرف خصوصی داریم با شما. بعد اون بزرگتر میره یه جای دیگه مثلا که کسی نباشه بعد اون حرف رو بهش میزنن. شما که لطف کردی این سنگا رو برای من آوردی. چند تا سنگ آورده برای من آورده. آره برای منه اینها رو همینجوری آوردم برای آره. شما برای من آورده هم کوچولو کوچولو آورده هم یکم بزرگتر آورده هم یکم بزرگتر آورده هم خیلی بزرگتر. خب راجع به اینا میخوای صحبت بکنی یا یه حرف دیگه ای میخوای بزنی؟ آقای مجی بر. من یه حرفی دارم که من به شما گفتم میخوام به خود خودتون بگم ها. بله منم نشستم گوش بدم به حرف شما. خب الان یعنی بگم؟ بله خوشحال میشم. خب این یه رازه؟ ها؟ این یه رازه به من میخوای بگی؟ بازه؟ راز. راز چی هست؟ آه راز راز ها؟ مثلا یه حقیقتیه که مثلا شما میخوای به من بگی. آقای مجری من اصلا حقیقت نمیخوام بگم. من میخوام راجع به یه کسی بگم. خب بگو خب بگم. آره من به کسی نمیگم. خب ببین آقای مجری ای وای از کجایی بگم. آقای مجری اول یه سوالی بپرسم. این تو شهری که شما هستی الان؟ بله. خب الان میگم ها بله. ای تو شهری که هستین از بیبی زیاد دارین؟ آها مثل بیبی شما ما تو شهر؟ بله خیلی داریم. بله خیلی زیادی داریم. بله ما مادر بزرگ های مهربون و خوب خیلی داریم. بچه ها همه میدونن. خب آقای مجدی بله شما تا حالا مو خوردی؟ مو خوردم؟ مو مو بچه ها میدونم مو نمیشه خورد. مو خوردنی نیست.
پس این کوچیکه که من وقتم بیرون امروز دیدم چه موها رو داشت میخورد؟ از کجا آورد که خورد؟ بچه داشت میخورد؟ اون تو جعب، تو جعبه بود یا اونی که دستش بود؟ تو جعبه نبود اصلا. نگاه کن یه موهایی بود اینجوری کلو 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 پیچیده بود دور یه چوبکی و همینجوری هی میخورد. و من گفتم که ببین کوچیک اونو نخور، اونا رو که نمیخورم، اونو مال بیبیه. و من نگاه که گفت ای چی چی میگه، ای چی چی میگه، رفت. یه نوع شکلات هایی هست زای خوردنی خوشمزه است، ما بهش میگیم پشمک. چی؟ پشمک. او که بیبی برای من لباسی درست میکنه ازش. آره، چون شکل اونه بهش میگیم پشمک. پشمک سفید اینجوری. بعد بچه هم میگیرن اینطوری میکنن میخورن. توی جعبه هم هست از اونا. میخوای از اونو من برای شما بگیرم؟ شیرین خوشمزه. من آقای مجری اصلا همین که یه چیز شیرینی نمیبینم این دلم هر میریزه. یه کمی میگیری من بخورم؟ بله بله برای شما میگیرم. خب. ولی زیاد نباید بخوری چون جوش میزنی. چی میزنم؟ جوش. جوش کجایی هست؟ آها، یه چیزایی رو نمیدونه. جوش یه چیزای ریزیه، لکه های ریز برامده است روی بدن. ها. میگن جوش زده. جوش زده. آقای مجری میشه من یه جوشی بزنم؟ بزن ببینم یعنی چی؟ یعنی که خب چه جوری باید بزنم؟ نه اون مال خود بدنه. جوش اینجا میزنه، اینجا میزنه، اینجا میزنه. آقای مجری نکن اینجوری. آقای مجری این سر شوخی رو بز کردی و نگاه کن، نگاه کن الان من چی؟ نه 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 نکن، نه نه کچی نه 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 میخواستم بهت نشون بدم کجا اینجا بسن نزن دیگه بابا فهمیدم چرا اینقدر حساسی دست بهت میزنن اینقدر میگه دست نزن دست نزن من حساس نیستم من گابیم نه یعنی میگن خیلی مثلا تا دست میزنن میگه دست نزن به من ما به اینایی که دست میزنن اینجوری میکنم میگیم حساسی چرا حساس گابی حساس چی اسمی های حساسی خب من یه چیزی قفل فرق هم میاد دیگه یکی که دست نمیزنه به من من این تمام تنم اینجوری یه جوری میشم آقای به اینجوری چی میشی گفتی؟ قفل فرق هم میاد دیگه قفل فرق؟ ها شما میگین قفل فرقمون میاد ما نمیگیم که همه میگن بیبی میگه من میگم گاوی میگه شخمی میگه گوشتی میگه باری میگه همه فرمیلای من همگی با هم میگن قفل فرق شما نمیگی؟ اینایی که گفتی فامیلای شما؟ ها. خب حالا اینا رو برای چی آوردی به من نشون بدی؟ چی میخواستی به من یاد بدی؟ خب من میخوام بگم آقای مجری این گنده ها رو نگاه کن خب این خب الان این شکم منم نگاه کن خب 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 این شکم دل من اندازه همین گنده بوده اندازه این بوده ها بله من چند روزه که ایجای هستم نیستم چرا؟ خب ای یکی دو روز قبل از اینه من فکر کردم که دلم شده اون اینقدی شده ها کوچولو شده کوچکی شده کوچکتر از این شده کوچکتر از این شده؟ آره آه یعنی کوچکی شده دیگه آره دیگه خب 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 ما میگیم کوچکتر کوچکتر شده آره خب خب ای کچکتر از اینه خب بعد یه روز دیگه پیش خودم فکر کردم اه این دل من حالا از این یکی کچکتر شده یعنی اینقدی شده خیلی کوچولو شده خیلی کوچولو شده خب بعد نگاه کردم دیدم اصلا دیگه دل منو از اینی که نبوده کوچکتر شده یعنی این شده کوچولو اینقدی شده آخه خب یعنی دیگه اصلا دلی نمونده برای من آقای بچه برای چی اینقدر دلت کوچک شده؟ خب نه معلومه چی آقای بچه معلومه یه جرد یه کسی خبری از بیرون ندارم نمیفهمم چی میگی اینجوری که من نمیفهمم تو چی میگی خب یه بار دیگه میگم چی قشنگ گوشت بده به من آقای مجری
من دلم اندازه اون سنگه کوچیکی که نیست برای بی بی تنگ شده. خب چیکار بکنیم که دلت اینجوری بشه؟ یه کاری باید بکنم برای تو که اینجی کاری برای منی بکنی آقای بجی. دستو بدی به من؟ دست نزن به من آقای بجی. نه همین دستو بده به من. یواش بزن. بی من دستو که میگیرم گرم میشی، درسته؟ چی میشم؟ بیا 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 آقای بجی. بهترین کار اینه که بغل کنیم بچه ها رو، چون ما قسمت بعد برمون. آقای بجی من دیگه دلم زیاد گرم میشم. روی این دسته چی کنیم؟ این پشت نظر، این دسته که پشت کنیم چیه؟ خندت بگیره؟ نه نه، یعنی این که نکنی آقای بجی، ای چی کنی بکنی؟ نکنی آقای بجی، نکنی که باز داری سر شوخی رو باز میکنی. بله، خواهی من از سر شوخی رو باز کنم؟ باز کنیم ببینم شوخی کنی بلا؟ وقت قصه گوییه، وقتی که با بچه ها ما قصه تعریف میکنیم تا خوابشون ببره. بچه ها این قصه ای که میخوام بگم رو دوست داریم بشنویم؟ بله. خیلی بچه های خوبی باشید، قشنگ عاقلانه فکر بکنید. ما اینقدر عاقلیم. یاد بگیرید از این از این قصه‌ای که میخوام بگم براتون یاد بگیرید. یاد میگیرید. Learning everybody. Listen and repeat. Learning. 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 اسم این قصه هست خاله سوسکه. خاله سوسکه. آقای مجدی چه قصه های چیزاری تعریف کنید؟ یعنی چی خاله خاله؟ الان واقعا وقت این قصه هست؟ چی مشکلش چی؟ یعنی یه کسی بوده خالش سوسک بوده. خاله اسم قصه. چرا میخندی؟ آخه این قصه هم شهر شما مسخره. چیش خنده داره؟ آخه خاله یه کسی سوسک. یعنی جلو پسر خاله نگی دلخور میشم. چرا؟ اگه چی گفتی؟ چه گفتی؟ خیلی فرق می‌کنه به مامان اون گفتی. اصلا بستگی داره از کدوم در وارد این قصه بشی آقای مویری. خب من قصه رو میخونم، شماها قشنگ فکر بکنید، به مفهومی که توی این قصه هست، به اون چیزی که در این قصه نهفته فکر بکنید. نهفته سوسکی که نهفته فکر نهفته. میگه یکی بود یکی نبود، خاله سوسکه یه قشنگی بود که خیلی هم زبر و زرنگ بود. روزی خاله سوسکه پیراهنی از پوست پیاز روزدنی. بله. آخه پوست پیاز پیرهن میشه؟ خب مثلا دیگه. چه مثلا نیه؟ پوست پیاز رو میخورم که. خب یعنی پیرهنه؟ نه مثلا کلاهر بزن. وقتی که خاله یک کسی سوسک باشه لباسش هم پیاز. آخه نمیشه مگه پوست پیاز میشه دو پیرن درست کنی؟ بچه بگی بخواب. بچه بگی بخواب. بخواب خب. راحت باشه میشه. میگه پیراهنی از پوست پیاز، روسری از پوست سیر، چادری از پوست بادمجان و یک جفت کفش خیلی قشنگ از پوست سنجدو. ببین سوک سنگان کوچولوه، اینا رو بریزه رو کلشون زیر خفه میشه، نمیتونه تکون بخوره. کفشش از چی بود؟ کفشش از سنجد بود. سنجد؟ خوش میکنه تو سنجد؟ سنجد خودش از سوکس گنده تره. اکی کفش از سنجد؟ نه آی مجری. بله. آی مجری بله عاقلانه کف سنجد؟ خب نوشتن من که نه. آخه هرچی نوشته باشه با بچه ها بخونم بچه قبول کنم. آقا منم با پسرمه موافقم. شما موافقی؟ بله. چی با چی موافقی؟ با این
موافقم که آقای مجری یه سری قصه ها هست که دیگه از اون دری که قبلا وارد میشدی نمیشه بهش وارد شد. خب باید یه در دیگه وارد یه قصه دیگه بشه آدم. مثلا اینو چجوری باید تعریف کرد؟ مثلا حالا باید... آدم سوسک باشه قبول. خب کفش آدم سنجد باشه. آره دیگه بهتر نبگیم یه سنجد و پوست پیاز اینای بود ما اونا رو بخوریم دیگه. اینی اینی اگه خودت سوکس ببینی نه اینکه برای شما هشتر کشو بیان تا درانه من بکشمه. آره این روسری سرش میکنه پیران تنش میکنه کپش میپوشه. نمیشه نمیشه نمیشه. I agree is impossible. میدونم ببینید درسته این که میگیم که منطقی نیست ولی قصه است. قصه همین چیزا. آی میجی خودت کفشت از سنجد باشه نمیخوری؟ کفشت نمیخوری؟ خب اینا رو نوشتن من چیکار بکنم؟ آقای مجری این چیزی که یاد بگیری ما اینا رو یعنی من برم فردا پوست پیاز باش پیرن بعدن آقای خیاندو پوست پیاز پیرن چشم های اکس میان. بله بله میخوای من یه قصه دیگه تعریف بکنم؟ قصه اجدر پشمک به سر بگو دروز خاک بر سر خسته بگو. اونا رو بلد نیستم. میخوای همینطوری من یه قصه از این وسط میخونم؟ فال قصه اینو میخونم. این که ایرادی نداره. چیه؟ کدوی قلقل زن. کدو؟ کدوی قلقل زن. خواهم این آخه یه چیزی میگه الان من از این بچه ها میبرسم. بچه ها بیدار شده رهزه. شما کدو میدونی چیه؟ نه میشن که بادنجون سرخ میکنه؟ بفرما اینو میگن دیگه کدوی قلقلزن چی شکلیه؟ قلقلزن چیه؟ نه از این چیزا کدوهای حلواییه باید بزرگا از این اینقدر دیگه حلواییه. چی میخوایی من قصه تعریف کنم یا نمیخوایی؟ آیا میشه اجازه؟ بله این بچه همسایه ها باید بایه دست خویه بایه بچه همسایه‌ای داریم ما این مهد کودک میره همش این چیزا یاد میگه. خب بگو بگو قصه‌ش رو بگو. این خوبه. این هستش میگه یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود. پیرزنی بود که از دار دنیا فقط یک دختر داشت. آقا این من همینجا ببخشید. بله. اصلا بچه‌ها برشید. بله شما پیرزن تا رو دیدید؟ فامیل دور بفرمایید. پیرزن الان نمیبینن آقا مایری. یعنی چی؟ الان من نمیدونم همه سنشون باراه ولی همه جوونن. خب بله الان کسی نمیگه من پیرزنم. بله اصلا شما پیرزن دیدی؟ نه آدم جرأت هم نمیکنه بگه. خب راست میگی اینو. بگو یه خانومی بود یه بچه آره. دار بچه من خانوم جو رو از دخترش تشخیص نمیدم از هم ریگه. خیلی خوب. I agree. همه یه دماغ. It is because a vitamin and mineral and old medicine. بچه شرقه مزرخ میگید بله. آدم حرف بزرخ بله تأثیر داره. بله این چیزهای اینا میگه جوون میکنه. بله چی گفت مگر؟ میگه که یه خانومی بود یه دختر داشت برای تازه عروس شده بود. چند سالش بود دختره؟ تازه نمیدونم تازه داشت؟ نمیدونم میگه تازه عروس بود و شوهر ندارم. آها نشنیدم نشنیدم. وای مجری داری که عروس دخترش عروس تحصیلاتش تمام شده؟ نه نوشته چیزی اینا رو من اینا قدیما اینجوری نبوده. آخه همه میگه بذار ما میخوایم تحصیل کنیم. خب میدونم بچه گوش بده. خب بگو گوش. میگه تازه عروس شده بود و به دهی رفته بود که آن طرف کوه قرار داشت. یک روز دل پیرزن هوای دخترش را کرد پس کارهایش را چیه؟ الان اثر آقای مایری اینا تا رو ده اونور اینور کوه بارا نرفته بره اونور کوه بره ده. چی میگی شما من با مثال تا رو دور اومدید؟ نه من دیگه حرفی ندارم. خب نمیدونم من نرفتم دور خالش خیلی جار دیدم. اینی اینی رفت اومد رو یعنی رفته بودم ویلاشون اونجا. اصلا آی مجری بله تحصیل نکرده چجوری تازه عروس بعد او بخواسته بره پیش دختر؟ امکانی ندارم. بچه ها این منطقی که گفتم ولش کنیم. منطقش اصلا ول کن نمیخواد چیزی از این یاد بگیری. هر که بگه بخواد عروس بگم بخواد ادامه تحصیل چجوری تحصیل بعد تحصیل کرده شوهر بعد رفته ده؟ اینقدر بس اینقدر بس نکن در پای من کو بگو ما دیگه بچه ها هیچ چیز هیچی نگه فقط به قصه گوش کنیم. بسوزم بسازم چون قصه سر دراز دارد.
پس کارهایش را کرد، در خانهش را بست، راه افتاد. رفت در خانهش را بست نیست آقا میری در خانهش را برا. بست خیلی متشکرم. و رفت و رفت و رفت و با چی رفت؟ بله پیاده رفت. پیاده رفت چطور؟ چه پیاده رفت؟ پیاده رفته دیگه. آره نه آخ انا آقا مایی نمیشه. راست نمیشه. راست میگه نمیشه. حتما باید با اتوبوس یا ماشین شخصی، وگرنه با خر امکان نداره. جیگرم جیگرم جیگرم. خب بابا اشتباه شد. راست میگه دیگه آقا مایی. شما خودتون تا بقالی سر کوچه ماشین میبری. ببخشید من انتقاد کردم. خب اینجا نوشته رفت و رفت و رفت، من که نمیدونستم چی نوشته. خب مثلا سوار جیگرجان شد رفت. خیلی خب نداری. تا به کمرکش کوه رسید ناگهان کمرکش کوه رسید. اینجا نوشته ناگهان گرگی جلوی رویش سر. نترس 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 مثلا قرشی کرد و گفت بیا پیرزن که خوب آمدی، از گرسنگی شکمم به قار رو قور افتاده. آخ آقای مجری این من بوده ها، شکمم قل قل میزنه. شما بله شما همیشه گرگ. جگر جان آره دیگه جگر جان چرا یه جفتک نزدی به اون گرگه؟ مگه با من بود؟ آره دیگه سوار تو شد رفت دیگه. کمرکش که ماشین نمیکشه. نه من از هم نزم زاو من از هم نزم زاو من از هم نزم زاو یکی سوار هم بشه بر بشه بشه بگو بشه بگو بشه بگو ماشین چیزی رو بره بره خری رو بره جگری چیزی رو بره بره رو کمر کرد. بچه ها این قصه رو میگن که بخوابی. اهی بخوابی. آره من فکر میکنم که قصه ها رو بعد روز تعریف بکنن به بچه ها بیدار بشن. شب چیه قصه تعریف میکنن؟ پس چجوری بخوافی؟ وای میشه اجازه بار دراماتیک. بله؟ بار دراماتیک یه چیزایی میگه این بچه ها یه چیزایی یاد گرفتن. ما دیگه نمیتونیم مثلا قصه تعریف بکنیم برای من. اینی بگو واقعیش قشنگ گفت به گرگه گفت چی گرگه گفت بخورم. پس گوش بدین و من تموم بکنم. که گرگه گفتش که بیا پیر زن که خوب آمدی، از گرسنگی شکمم به قار و قور افتاده. بیا که میخواهم یک لقمه خامت کنم. آگری بله بپز. چی؟ خام بده. اینجا نوشته عزیز من. اون موقع شاید مثلا آقای مجری اجازه یک سوال. هر مزخرف کتاب نوشته باشه باید برای بچه ها بخونی؟ آخه گرگ حرف میزنه؟ گرگ اونجا پیدا بشه با سنگ و چوب بذاریم دومش رو بیزن رو کنیش در بیاونی اونو حرف میزنه. ما وقت برنامه همون تموم شده، از همه تو خدافزی میکنیم. امیدواریم یه قصه هایی بنویسن که برای بچه های همین دور زمانه باشه. آقا مویدی بله شما چرا از هر رو کتاب میخونی؟ پس چی؟ چون خودتو قصه ای آقا مویدی. خب من الان قصه خودم میگم. خاطره تعریف بکن برای من. یکی بود خاطره. یکی نبود برای. یه آقایی بود از دست بچه‌هاش کلافه شده بود. بخوابید. چرا کلافه شده بود؟ برای اینکه هر چی میگفت گوش نمیدادن. شب بخیر. آگی سه کلافه. سه کلافه چی؟ سه کلافه بچه میبازی؟ سه کلافه بیا 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 چی گر بگی؟ بگی چیه بگیرم؟ سه کلافه رو بگی بگی چیه بگیرم؟ سه کلافه رو چه کارش کنم؟ بندهی بگی بندهی بگی بندهی بگی